سلام و ادب خدمت شما شاگردای عزیز و نازنین. امیدوار هستم که جور باشین و صحتمند. امروز درس سوم از فصل دوم کیمیای صنف 8 را در خدمت شما عزیزان می باشیم. موضوعاتی که امروز ما و شما می خواهیم با هم کار کنیم در رابطه با این است که عناصر مهم در جدول دورانی چی می باشد و جدول دورانی از چند دسته عناصر ساخته شده است. مهمترین آنها چی است و فرق بین فلزات و غیر فلزات چی میتونه باشه؟ خب شاگردای عزیز و نازنین، نمبر ارتباطی برنامه را از یاد نبرید. 20964780255413 که از این طریق میتونید برای ما سوال ها، پیشنهادات و یا کار خانگی خود برای ما روان کنید شاگردای عزیز. و اما عناصر جدول دوره‌ای چی میتونه باشه شاگردای عزیز و نازنین؟ میخواییم با هم یک جای یاد بگیریم که جدول دورانی یا جدول تناوبی که به آن هم گفته میشود از چند دسته عناصر ساخته شده است. به طور کلی جدول دورانی از 3 دسته عناصر ساخته شده است. دسته اول عناصری که خاصیت فلزی داشته باشد که به آن فلزات گفته می شود. دسته دوم عناصری که دارای خاصیت غیر فلزی می باشد که به آن غیر فلزات گفته می شود. و دسته سوم عناصری که شبه فلز می باشد که به آن شبه فلزات گفته می شود. شبه فلزات شاگردای عزیز و نازنین نه خواص فلزی داره و نه خواص غیر فلزی. خواص مابین خواص فلزی و غیر فلزی را داره شبه فلزات. حالا می‌رویم بر روی جدول دوره‌ای نشان میدیم که جایگاه و موقعیت فلزات، غیر فلزات و شبه فلزات چی میتونه باشد. همانطور که در شکل جدول دورانی مشاهده میکنید شاگردای عزیز و نازنین، میبینید که جدول به 3 قسمت به 3 رنگ تقسیم شده است. خانه هایی که به رنگ قرمز رنگ یا سرخ رنگ مشاهده میکنید شاگردای عزیز، عناصر در قسمت قرار گرفته که فلز می باشد و خانه هایی که به رنگ آبی مشاهده میکنید در قسمت عناصر قرار گرفته که شبه که غیر فلز می باشد و عناصری که یا خانه هایی که به رنگ زرد رنگ مشاهده میکنید عناصرهای قرار گرفته که شبه فلز می باشد. همونطور که مشاهده میکنید در جدول دورانی میبینید که بیشترین فیصدی جدول تناوبی را شاگردای عزیز نازنین فلزات که به رنگ قرمز رنگ یا سرخ رنگ نشان داده شده است و غیر فلزات که به رنگ آبی رنگ نشان داده شده است تشکیل داده. پس این نکته بسیار مهم است که باید به خاطر بسپاریم. حالا که بیشترین فیصدی جدول دوره‌ای را شاگردای عزیز و نازنین فلزات و غیر فلزات تشکیل داده است، پس بنابراین برای ما مهم است که بدانیم خواص فلزی چه قسمی است و خواص غیر فلزی. می‌خواهیم با همدیگه یک جای فلزات و غیر فلزات جدول دوره‌ای رو با هم مقایسه کنیم که چی ویژگی‌هایی داره و چی فرق‌هایی می‌تونه با همدیگر داشته باشد که بسیار مهم است. اولین فرقی که بین فلزات و غیر فلزات از شاگردای عزیز نازنین در نحوه هدایت برقی می باشد. فلزات مانند مخ یا هر فلز دیگه که شما در نظر بگیرید هادی جریان برق می باشد، یعنی برق را از خود عبور می دهد. اگر یک مدار داشته باشیم به این صورت در مسیر جریان برق یک گروپ قرار گرفته باشد و یک فلز قرار گرفته باشد، باعث می شود که گروپ روشن شود. چرا؟ چون در این قسمت فلز قرار گرفته است و فلزات هادی جریان برق می باشند. اما اگر یک غیر فلز مانند چوب در مسیر جریان برق قرار بگیرد، باعث می شود که گروپ روشن نشود یا اگر روشن هم شود بسیار نوری ضعیف داشته باشد. بنابراین غیر فلزات مثل چوب یا هر نوع غیر فلز دیگه مثل شیشه یا هر نوع غیر فلز دیگه هدایت برقیان بسیار ضعیف است یا اصلا هدایت برقی ندارد. این اولین فرق بود بین فلزات و غیر فلزات. دیگه فرقی که بین فلزات و غیر فلزات هست در نحوه هدایت حرارت هست. شاگرد عزیز نازنین، شما اگر یک میله آهنی داشته باشید، یک سر میله آهنی بر روی حرارت قرار گرفته باشد و یک سر میله هم مابین دستان شما قرار گرفته باشد، شما بعد از چند ثانیه مشاهده میکنید که حرارت از سر میله‌ای که بر روی حرارت و شعله قرار گرفته انتقال پیدا میکنه، گرما به سری که به دست سر میله‌ای که مابین دست‌های شما میباشه و دستان شما احساس گرما میکنه. این نشان میده که بله، فلزات از جمله آهن میتونه هادی جریان حرارت باشه و حرارت از خود انتقال بده. اما غیر فلزات مانند چوب به طور مثال هدایت حرارتی نداره یا بسیار ضعیف است. مثال مثل کفگیرهای چوبی که شما در آشپزی در آشپزخانه استفاده میکنید، بسیار وسیله مناسب و خوبی هست. شما وقتی که استفاده میکنید در آشپزی از کفگیر چوبی، چون عایق حرارت هست، حرارت از خود انتقال نمیده، باعث میشه که حرارت به دست شما انتقال پیدا نکنه و دست شما احساس گرمای زیادی نکند. پس غیر فلزات هادی جریان برق نمی باشد. سومین ویژگی که بسیار مهم است شاگردای عزیز و نازنین در رابطه با فلزات و غیر فلزات، این ویژگی هست که غیر فلزات مانند شیشه خاصیت شکنندگی دارد. به این معنا که اگر شما یک ضربه وارد کنید به یک شیشه با یک چکش یا با هر وسیله دیگه‌ای، باعث میشه که شیشه بیشکنه مثل این شکل یا در نهایت میتونه ترک برداره. اما این خاصیت غیر فلزات می باشه. اما خاصیت فلزات شاگردای عزیز نازنین قابلیت چکشخوری، سیم شدن و تورق را داره. به این معنا که اگر شما با یک چکش و یک فلز ضربه وارد کنید، باعث می شود که تنها لایه هایی از فلز جای به جای شود و به شکل های متفاوت در بیاید. طور مثال به این شکل در می آید یا به این شکل در می آید یا به صورتی سیم در می آید. پس این از خاصیت چکشخوری فلزات هست که بسیار مهم است و این را باید یاد داشته باشید. از جمله دیگر ویژگی های فلزات این است که فلزات را شما می‌دانید مثال مثل سکه دارای جلا هست که جلای بسیار قشنگ و زیبایی داره. اما غیر فلزات مانند چوب، مانند شیشه، مانند پلاستیک یا هر چیز دیگری فاقد جلا می باشه و جلای به خصوص از خود نشان نمی دهد. این از جمله ویژگی های بارز و روشن و آشکار فلزات و غیر فلزات می باشد. از جمله دیگه فرقیاتی که بین فلزات و غیر فلزات است این است که شما اگر یک قاشق فلزی داشته باشید شاگردای عزیز نازنین، با آن فشار وارد کنید، قاشق در برابر فشار دستان شما مقاومت بسیار زیادی از خود نشان می دهد. این از جمله خاصیت فلزها می باشد. اما غیر فلزات مانند چوب، مانند هر غیر فلز دیگر، در برابر فشار مقاومت کمتری از خود نشان میدهد. شما اگر یک تخته چوب در نظر بگیرید، بسته به اینکه ضخامت چوب کمتر باشه یا بیشتر باشه، شما فشار بدهید، باعث می شود که چوب در نهایت در اثر فشار دستان شما چکار شود؟ شکسته شود. این خاصیت قری فلزات می باشد که در برابر فشار مقاومت کمتری دارد. اما فلزات در برابر فشار مقاومت بسیار زیادی دارد و به راحتی مثل یک چوب شکسته نمی شود. از جمله فرقیات دیگری که بین فلزات و غیر فلزات هست این است که در رابطه با کثافت آنها می باشد. شاگردای عزیز و نازنین، اگر یک فلز داشته باشید، به عنوان مثال آلومینیوم یا آهن، کثافت آنها بسیار زیاد است. به قسمی که اگر در یک گلاسی پر از آب قرار بدین، باعث می شود که در آب غرق شود. چرا؟ چون کثافت آن زیاد است. اما غیر فلزات مانند چوب پنبه یا هر غیر فلز دیگر، چون دارای کثافت بسیار پایین نسبت به آب هست، شما اگر در یک گلاس آب قرار دهید باعث می شود که بر روی آب شناور شود. چرا؟ چون دارای کثافت پایین می باشد. این از جمله خصوصیات بسیار بارز و مهم فلزات و غیر فلزات می باشد. از دیگه فرقیات فلزات و غیر فلزات این است که اگر شما یک بوتل پلاستیکی داشته باشید شاگردای عزیز و نازنین، و داخل آن آب جوش قرار دهید، چی میشه؟ باعث میشود که بوتل پلاستیکی جمع شود. این جمع شدن بوتل پلاستیکی نشان میدهد که غیر فلزات از جمله بوتل پلاستیکی در برابر حرارت آب جوش باعث میشه که جمع شود و در نتیجه میگیریم که نقطه قلیان و ذوبان غیر فلزات بسیار پایین هست. فقط با حرارت یک آب جوش هم میتونه که اینا چه شوه؟ خاصیت جمع شدگی را پیدا کنه. که در این شکل به طور واضح برای شما نشان داده شده است. اما فلزات قسمی نیست شاگردان. فلزات نقطه قلیان و ذوبان بسیار بلندی داره. در کوره ها فلزات برای اینکه به نقطه ذوب و قلیان خود برسند باید دمای بسیار زیادی استفاده شود. به عنوان مثال دمای 1500 درجه سانتیگراد یا حتی بیشتر از آن هم باید بالا رود دما که باعث شود یک فلز به نقطه ذوب خود برسد. پس این از جمله خواص بسیار مهم فلزات و غیر فلزات می باشد. اکثر فلزاتی که در اطراف ما و شما شاگردای عزیز و نازنین وجود دارد به شکلی یا به حالت جامد می باشد، بجز سیماب که به حالت مایع است. فلزاتی مثل چی؟ مثل طلا، مثل مس، مثل نقره یا مثل سرب، اینها نیز به صورت جامد یافت می شود. اما جیوه در دمای معمولی به شکلی مایع می باشد که استثنا است. پس اکثر فلزات به حالت چی است؟ جامد می باشد. اما غیر فلزات به شکل فلزات تمامی آنها به صورت جامد یافت نمی شود. یک قسمتش به صورت جامد است، یک قسمت دیگرش به حالتهای مختلف دیگر در طبیعت یافت می شود. به عنوان مثال عنصرهای مانند کربن، فسفرس، سلفر و آیودین در دمای معمولی به شکل جامد یافت می شود که هر کدام به رنگ‌های مختلف در شکل برای شما نشان داده شده است. و عنصر برومین در دمای معمولی به این رنگ شاگردای عزیز نازنین و به صورت مایع یافت می شود. اما عنصرهای دیگه هم وجود دارد که به شکل گازی در اطراف ما شما وجود دارد، مثل عنصر اکسیژن که در شفاخانه ها در کپسول های اکسیژن مورد استفاده قرار می گیره، یا عنصر کلورین که در آب وجود داره، یا مثلا به طور مثال عنصر نایتروژن که باز در کپسول ها یافت می شود در فابریکه ها، یا عنصر فلورین که در سوخت تیاره ها مورد استفاده قرار می گیره و بسیار کاربردی است، و عنصر هیدروژن که به صورت گازی در هوا در اطراف ما شما موجودیت داره. پس این شد از خواص فیزیکی این عناصر. امروز ما شما یاد گرفتیم که جدول دورانی یا تناوبی از چند بخش تشکیل شده است. بخش اول که بیشترین فیصدی جدول دورانی رو تشکیل میداد فلزات بود، بخش دوم غیر فلزات بود و بخش سوم هم شبه فلزات می بود. بعد از اون چی یاد گرفتیم؟ بعد از اون یاد گرفتیم که فرق بین فلزات و غیر فلزات چی میتونه باشد که فرقیاتش رو براتون گفتیم که فلزات هدایت برقی و حرارتی آنها بیشتر می باشه، اما غیر فلزات هدایت برقی و حرارتی آن بسیار ضعیف است. و دیگه چی یاد گرفتیم؟ یاد گرفتیم که کثافت فلزات بسیار زیاد است و در آب غرق می شود، اما کثافت غیر فلزات بسیار پایین است و در آب شناور می شود. دیگه یاد گرفتیم که فلزات دارای جلا می باشه، غیر فلزات دارای جلا نمی باشه و همچنان دیگه یاد گرفتیم که نقطه قلیان و ذوبان غیر فلزات بسیار پایین است، اما نقطه قلیان و ذوبان فلزات بسیار بلند است. این از جمله خواص بود. خواص فیزیکی دیگه‌ای که داشت فلزات و غیر فلزات این بود که فلزات در برابر فشار بسیار مقاوم بود، اما غیر فلزات در برابر فشار بسیار مقاومت کمتری داشت و براحتی میتونستیم ما یک غیر فلز را تغییر شکل بدیم. و فلزات خاصیت چکشخوری داشت، در اثر ضربه یک چکش باعث میشد که شکل‌های متفاوتی به خود بگیره، اما غیر فلزات مانند شیشه قسمی نبود، در اثر فشار باعث میشد که ترک میخورد یا که میشکست. خب شاگردای عزیز و نازنین، درس امروز ما تمام شد. شما را به خداوند بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدار همگی شما عزیزان باشه.